همسایه ها. ببینم پسر جون، حالت خوبه؟ طورید که نشده. نه خوبم آقا. ببخشین. خب دیگه با اجازه. آقا شما مادر من این طرف رو ندیدی؟ آه ببینم، تو همون زنبور اصلی هستی که داره دنبال مادرش میگردی؟ بله، بذار کمکتون کنم. کاش میتونستم باهات بیام تا مادرتو پیدا کنم، ولی حیف که کار دارم. امیدوارم خداوند کمکت کنه تا مادرتو پیدا کنی. من زبور اصلا رو خیلی دوست دارم. متشکرم. چون موجودات پرکارین و ضمناً خیلی هم شجاعن، همه اینو میدونن. خیلی خوب، حالا بگو چی میخوای؟ هیچی. تازه از من میپرسی چی میخوام؟ هیچی. تا حالا چند دفعه ازتون خواستم از اینجا بریم؟ بابا اینقدر سر صدا نکنین، بزنین بخوابم. خوب گوشاتون رو باز کنین ببینین چی میگم. باید از اینجا برین. اینقدر سر صدا نکنین، اینجوری به جایی نمیرسین. هر کس اینجا یه جور حرف میزنه. سلام آقا، حالتون چطوره؟ وای دیگه دارم گیج میشم. تا چند روز دیگه که اومدم اینجا باید از اینجا رفته باشی. خیلی خوب باشه، حالا تا بیا. وای ناراحت نشو هاچ، اینجا از این چیزا زیاده، کم کم بهش عادت میکنی. خیلی تشنمه، خود آب به من بدین. هیچ معلومه اینو چشونه خیلی سر و صدا میکنن. اهالی اینجا به این زندگی عادت کردن پسرم، فکرشو نکن، تو هم عادت میکنی. عادت بدیه مگه؟ نزبور اصل. اهالی اینجا از کار کردن فرار میکنن، خیلی تنبلن. حرف تو کاملا درسته دخترم، ولی باید یکی بهشون بگه که تنبلی خیلی بده. خب زنبور اصل، اگه دوست نداری مثل بشی بهتره زودتر از اینجا بری. چی؟ برای همین انقدر بوی بد میده. اینجا خونه منه و با دسته خودم درستش کردم. معذرت میخوام، نمیخواستم شما رو ناراحت کنم. همتون بیاین بیرون، زود باشید. خدای بزرگ، همونیه که دیروز اومده بود. اگه نشنیدین گفتم که همتون از تو لونه هاتون بیاین بیرون، زود باشید. بازم که پیدا شدی، چی میخواد از جون من؟ واسه یه نفرم که شده باید جوابشو بدین. همینجوری که نمیشه اینا از اینجا برن بیرون آقا. یکم اندازه دو روز براشون غذا آوردم، دیگه نمیتونم تحمل کنم. اگه نران به زور بیرونشون میکنم. دو روز غذا بردی چه خوب. یکم دیگه به ما مهلت بدید آقا. دیگه نمیشه. چقدر مهلت دادم؟ شما اصلا به فکر کاری نیستین. الان مدتیه که همین حرفو میزنین. معذرت میخوام آقا، ولی خواهش میکنم فقط دو روز دیگه به ما فرصت بدید. آه این آقا فکر میکنه با دو روز غذا مگه چقدر میشه راه رفت. من حداقل یه روز وقت میخوام که مسائل خودمو جمع کنم. این حرفو زرم نمیشه. خواهش میکنم شما فقط دو روز دیگه به ما فرصت بدید. خیلی خوب باشه، تا فردا زور صبر میکنم. غذای دو روزو فردا وقت رفتم بهتون تحویل میدم. یکم صبر کنین آقا، ولی به نظر من شما نباید دیگه به اینا مهلت بدین. اینا موجودات تنبلی هستن، اینا هیچ کدومشون درست بشون نیستن. چه خوب. چه خبرتونه؟ راست میگم دیگه، همه چون تنبلی. بله کاملا درسته این دختر خانم. راست میگه آقا، ولی باید اول علت تنبلی رو پیدا بکنیم. نظرت چیه؟ قرار ما شد فردا زور، امیدوارم یادتون نره. البته آقا البته. تا فردا خدا حافظ. خیش رفتیش، راحتی شدی. چه حرفا، تا فردا باید از اینجا بریم. واقعا خنده داره.
من فردا باهاشون چونه میزنم که به اندازه یه هفته به امون غذا بدن. همه گی موافقی دوستان؟ بیشتر هم باید بدن. چرا شما ها از خودتون خجالت نمی کشید؟ و دوتای دیگه چرا خجالت کشیم؟ ما که کاری نکردیم. فقط میخواییم بستای غذا رو باز کنیم و بخوریم. آره راست میگه. اصلا تو اینجا چی کار داری؟ اونا فقط همسایه ای ما هستن. به نظافت ما چی کار داری؟ این حرفت خیلی بیمعنیه. همه باید تمیز باشن. اگه خیلی ناراحتی میتونی از اینجا بری. تو برای چی اینجا مونده؟ چه حرفا؟ خب راست میگه دیگه، همه باید به نظافت و بهداشت اهمیت بده. حالا چرا فقط به من میگی؟ مگه اونا مال اینجا نیستن؟ برای یه دفعه‌م که شده به اطرافتون نگاه کنین، بوی گند همه جا رو گرفته. این به خود ما مربوطه دختر خانم. اگه خیلی ناراحتی از اینجا برو. شنیدی چی گفتم؟ برو. شما چرا نمیخواین بفهمی؟ من که حرف بدی نمیزنم. ساکت باش، زندگی ما به تو مربوط نیست. از اینجا برو. واقعا خجالت داره شرمون این که حرف بدی نمیزنی. تو دیگه کی هستی؟ اگه بخواین اذیتش کنین خودم جلوتونو میگیرم. برو پی کارت بچه جون، تا دیگه از کجا پیدا شده؟ یاله برو. کارتونه که همسایه‌تون دوست ندارن شما اینجا باشین آقا. این موضوع به تو مربوط نیست. خواهش کنم آقا جونش رو بگیرین، نذارین جواب کنم. یه میخواد چیزی باشه ما. مثل اینکه داره بهوش میاد. ازتون متشکرم آقا، دیگه داره حالم خوب میشه. حاجی تو نباید از دست اونا ناراحت بشی، اونا نمیفهمن. او نه، من ناراحت نشدم، همش تقصیر من بود، نباید دخالت میکردم. نه اینطور نیست دختر خانم، بالاخره باید یکی به اونا بفهمونه که کارشون درست نیست. من که دیگه از دستشون خسته شدم. ولی من نشدم. چی؟ من اینقدر باهاشون سر و کله میزنم تو بفهمن که بهداشت برایشون لازمه. در غیر این صورت اونا همهشون مریض میشن. وای خدای بزرگ، اون وقت چیکار کنی؟ تو نباید ناامید بشی، به تلاشت ادامه بده. من خیلی سعی کردم ولی موفق نشدم. خدایا حالا کجا داری میری؟ وایسا کجا میری؟ منم کمکت میکنم. وای خودت، حالا اینه میخوام به ما یاد بدن که چطوری زندگی کنی. بزن ماکم ماکم. آه خوبه. من نمیخواستم ناراحتش کنم، معذرت میخوام. شما میدونین اون الان کجا رفت؟ آره گمونم رفت دنبال مادرش. مادر، مادر تو کجایی؟ پدرش کجاست؟ مادر خواهش میکنم جواب بده. حالا که وقت خوابیدن نیست، بلند شین جاتون، بلند شین برین دنبال مادر اون دختره ببینین چی شده. با تو هم بلند شو، تو هم همینطور. همه تون گرفتی خوابیدین، برین ببینین چه بلای سر مادر اون دختره اومده. شما ها چقدر بیفکرین. چرا انقدر دهات میزنی؟ به ما چه مربوطه؟ بذار بخوابیم. خودش دختر زرنگه، میتونه مادرش رو پیدا کنه. وای که شما چقدر تنبلید، از جاتون بلنشین. انقدر داد بیداد راننده بابا، بذار بخوابید. چرا خودت تنبلی؟ بالاخره کار دستتون میده. اینا دیگه چجور موجوداتی هستن؟ همش میخوابن، چقدر تنبله. مادر، مادر جون کجایی؟ خدا جی، مثل اینکه اتفاقی برش افتاده. خیلی خسته شدم، دیگه نمیتونم راه برم، از سرم داره گیج میره. مواظب باشین. منو بر نگردون زنبور عسل، میخوام برم یه جای دیگه. آخه چرا؟ باور کن دیگه خسته شدم، اصلا دلم نمیخواد برگردم خونه. بس که این همسایه هامون کثیفن، میخوام برم یه جای دیگه زندگی کنم. پس دخترتون چی؟ اونه چی کار؟ اونم با خودم میبرمش. زندگی با یه مش موجود کثیف و تنبل برای من غیر قابل تحمله. اونا حتی خونه شونم تمیز نمی کنن. اگه شما از اونجا برین خب اونا بدتر میشن که. میدونم،
ولی چاره ای نداریم. اونا درست بشو نیستن. منم دیگه خسته شدم. دخترمو ور میدارم میرم یه جای دیگه خونه درست میکنم. مادر! مادر جون. خوبی؟ نه خدای بزرگ. چرا میری؟ برای این که نمیخوام بدون من ناراحت شدم. شما هر جا بخواییم بریم منم میام مادر. خوشحالم که اینو میشنوم دخترم. شما راست میگفتین مادر. همسایه های ما خیلی کثیفن. منو ببخشی. حالا وقتشه که بریم یه جای دیگه خونه بسازیم تا از اون همه کثافت راحت بشی. خوشحالم که تو بالاخره متوجه شدی دخترم. تو خودت شاهدی که من خیلی باهاشون حرف زدم مادر. باید به درگاه خود دعا کنیم که اونا رو سر عقل بیاره. دیگه از دست ما کار ساخته نیست. میخوام یه کار برای همسایه‌هاتون بکنم. موافقی؟ آره، برای بهتر شدن اونا هر کاری حاضرم بکنم. فقط گفتن فایده نداره، باید عمل کنی. شدم اگه اونا درست بشن حال مادرت خوب بشه. چی بود؟ اخ داره بارو میاد، حالا بهانه خوبی برای نرفتن داریم. قضا رو میگیریم همینجا میمونیم جانمه. آخ چی جون؟ راستش هاچ من فکر میکنم اگه هر کاری که از دستت برمیاد برای اینا بکنی ممکنه یه تکونی به خودشون بدن. راست میگن، شما موافقی؟ چرا نباشن؟ از اینجا رفتن که کاری را درست نمی کنه. بله، آفرین. باید بریم اونجا باهاشون بازم حرف بزنیم. این کار خوبیه اگه مادر ناراحت نشه. دخترم من حرفی ندارم، اگه لازمه باهاش برو. برای هر کار خیری باید تلاش کرد، بالاخره نتیجه بله. کاملا درسته، با شما موافقم. خب میشه بگین چطور شد که اهالی این ده اینطور کثیف و تنبل شدن آقا؟ من خیلی جاها رو گشتم ولی هیچ جا همچین موجودات کثیفی ندیدم. خب میدونی پسرم علتش اینه که تا حالا هیچ کس به اونا یاد نداده که چطوری باید تمیز باشن و بهداشت رو رعایت بکنن. ولی فکر نمی کنین که خودشون نخواستن یاد بگیرن؟ نه اینطور نیست، هر موجودی دلش میخواد خوب زندگی کنه. تو خیلی باهوشی، اونا فقط تنبلن پسرم. کمک کنید! کمک کنید! چند دفعه بهتون گفتم که باید از اینجا برید. وای خدای بزرگ، اگه بیدار نشن آب خفهشون میکنه. زود باش بیا اینجا کمک کن. بیدار شی، خونه‌هاتون رو داره آب میگیره. بیدار شی. چی شده هاچ؟ آب رودخونه بالا اومده. چی؟ چه خبر شده؟ برای چی سر صدا میکنی؟ من نمیدونم خوابیدی. داره اذیت میکنی. اینقدر حرف بیخود نزنید. آب داره خونه‌هاتون رو میگیره تنبلا. این زمرا اصلا چه حرفایی میزنه؟ پس میتونیم بیشتر اینجا بمونیم. چه خوب شد. از جاتون بلنشین، الان همه تون خفه میشین. بس کن دیگه، به جای این حرفا برو جلو سیل بگیر. از ما توقع نداشته باش که بلنشین. برو به کارت. شما ها باید از خودتون خجالت بکشین. شما این چیزی بگین آقا. چی بگم؟ از دست من کاری ساخته نیست پسرم. خدایا کمک کن. خواهش میکنم نرین. مثل این که باید خودم تنهایی برم سراغ آب رودخونه. خدا یا با امید تو. چی کار داری میکنی؟ باز دیگه چی شده؟ زنبور عسل. یک دو کار من تنها نیست. خسته شدی بیره مرد؟
من اگه خستم بشم به کارم ادامه میدم. حاج فکر میکنم بهتره تو بری کمکش کنی. خواهش میکنم اجازه بدین منم کمکتون کنم آقا. این کار برای تو سنگی. شما تنهایی نمیتونین جلوی آبو بگیرین. خیلی ازت ممنونم پسرم، سعیمو میکنم. منم اینا رو براتون گله میکنم. تو خیلی مهربونی هاج. ببینم تو میدونی اینا میخوان چی کار بکنن؟ دارن سلبند درست میکنن. من که سر در نمیارم، برای چی اونا میخوان جلوی آبو بگیرن؟ عجله کن پسرم، باید تون تون کار کنیم وگرنه دهمون از بین میره. هاج میخوای منم کمکت کنم؟ آره بیا. لای گلوله ها سنگریزه بریز که محکم تر بشه. چشم. آه اینو بدش من، تو یکی دیگه درست کن پسرم، عجله کن. چشم. یک دو. آب داره از بهش سنگا میزنه بیرون. باید کیسه های ماسه ای درست کنیم. کیسه های ماسه ای؟ آره پسر کوچولو، ماسه ها رو باید بذاری لای کیسه ای که از برگ درخت. آفرین تو به این کار واردی. یه وقتی استاد این کار بودم. یالا تکون بخورین. بس دیگه خجالت بکشید. تکون بخور. تکون بخور یالا ببینم. یالا تکون بخورین یالا. از این کارت پشیمون نمیشی. میدونم زنبور اصل. دیگه بعد از این نمیتونی به من بگی تنبلم و کار نمیکنم. بالاخره فهمید. هاج بگو یکی بیاد کیسه هایی رو که من آماده کردم ببره. مادر جون خواهش میکنم خودتو خسته نکن. خیلی خب بچه ها ماسه بیاره. نمیتونم باور کنم که شما کار میکنین. بگیریم بندازین اونجا. یا لوان از این ماسه بیاره. ببرم کمک کن بلندش کنیم. یلا یلا کمک کنیم. آفرین برکلا. آب بند اومد. جلوی آب گرفتی. راحت شدی. خیال دارین مرا به کشتن بدین؟ هیچ معلومه چی داری میگی، ما فقط جلوی آبو گرفتیم که تو خونه همون نیاد. اگه چشمات نمیبینه جوابشونو نده. اون وقت خیال میکنه زبون ندارم. اون آقا درست میگه، حالا که ما سلبند درست کردیم تمام آبا رفته تو خونه اونا. کمک کنی. جانم جانم جانم. همینطور وایسادی نگاه میکنین؟ هوای چونه احتیاج به کمک داره. نه خودشو میتونن درست کنن. ما به اندازه کافی کار کردیم. ما باید بریم کمکشون. نه بابا جون خودشون میتونن سیلبند رو درست کنن. با این حال میریم کمکشون، چون سیلبند ما باعث شد که آبها بره اون طرف. به علاوه اونا همسایه ما هستن. من دیگه خیلی قصده شدم. هاج فکر میکنم تو بتونی تنابو از روی رودخونه بکشی ببری اون طرف. شما میخوای من این کارو بکنم؟ آره پسرم باید کمکشون کنم. باشه میرم. من کاری نمیکنم. من که دیگه خسته شدم میخوام بخوابم. پس اون سیلبند نگاه، همگی کمک کردیم تا اون ساخته شد، پس بازم میتونیم این کارو بکنیم. تازه از اول که آب اون طرف نبود، سیلبند ما باعث شد آب بره اون طرف. چه حرفایی میزنی؟ اونا همسایه ما هستن، چطور دلتون میاد که باعث خرابی خونه اونا بشین؟ ما باید هر طور شده بهشون کمک کنیم، باید براشون سیلبند درست کنیم. بفرمایین آوردمش. سرت رو ببر اون طرف هاج. سر تنو بگیرین آقا. باشه. تا چشم هم بزنین سیلبند رو درست میکنیم. دقت کنیم بچه ها، مواظب خودتون باشید. آه
نگاه کن هاچ دارن میان. آره بله بچه های خوب، هاچ این بارم کمک کرد تا اهالی ده از خمودگی و تنبلی بیرون بیان و همینطور کمک کرد که اون دختر و مادرش خونشون رو به خاطری کثیف بودن همسایه‌هاشون ترک نکنن. بازم هاچ از دوستانش خداحافظی میکنه و برای پیدا کردن مادرش به راهش ادامه میده و منتظر نمیشه که اونا یه سیل بند دیگه بسازن. موفق باشی هاچ.